ریحانه فلاح از لندن همکارم با ما همراه شده. ریحانه، تو در یکی از تجمعات امروز لندن هستی، بیشتر بشنویم ازت. بله، سلام میکنم به تو الناز و تمام بینندگان. ما اینجا تازه رسیدیم، قرار هستش که اونطوری که از پیش برنامه ریزی شده بود به وقت اینجا تقریبا نیم ساعت دیگه تجمع به صورت رسمی آغاز بشه. من اینجا مقابل استیج ایستادم که با تصویر توماج تزیین شده و دیگر زندانیان جوان سیاسی که در جریان اعتراضات اخیر و پیش از اون بازداشت شدن. توماج همونطور که میدونید تبدیل شده به نمادی از صدای جوانانی که در ایران سعی میکنن مقابل بی‌عدالتی و اون چه که در ایران در جریان بیستند مبارزه بکنند به شکل مسالمت‌آمیز. تومارش همونطور که می‌دونید یک هنرمند بود، یک رپر معترض که با آهنگایی که اجرا می‌کرد و می‌خوند تونسته بود تأثیر بسیار زیادی توی همنسل‌های خودش بذاره و این تجمع امروز در لندن هم یکی از تجمعاتی هستش که امروز در چند شهر اروپا به صورت هماهنگ و پیوسته برگزار میشه. ما امروز قرار هستش که در پاریس مشابه این تجمع رو داشته باشیم، در سوئیس، لوکزامبورگ و آلمان و دو شهر در ایتالیا که همکارانم در طول روز حتما تصاویر اونها رو هم برای شما آماده می‌کنند. اینجا در لندن قراره در این استیجی که ایستادیم چند تا آهنگ اعتراضی و چند اثر هنری هم اجرا بشه، پرفورمنس‌های هنری خواهیم داشت، چند نفر قراره که سخنرانی بکنن. همه اینها با قصد رسوندن صدای توماج به عنوان نماد جوانان مبارز ایران، جوانانی که تحصیل کرده کوشا هستند، خلاقند، کاریند و دغدغه‌ای به غیر از عبور از بی‌عدالتی و ظلمی که جمهوری اسلامی علیه جوانان، زنان و مردان ایرانی روا داشته در تمام این سال‌ها ندارند. امروز هم این تجمع توماج، در واقع توماج صالحی، حالا تنها یک اسم نیست، یک نمادی هستش که در سطح بین‌المللی، افکار بین‌المللی هم حالا اون رو می‌شناسند به دلیل همین تجمعاتی که ایرانیان در تمام این ماه‌ها در حمایت از اون بارها و بارها برگزار کردند، خصوصا که حالا خبردار شدیم که او هم مثل بسیاری از زندانیان گرفتار در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر یک روند بررسی ناعادلانه شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به ناحق بازداشت شده. از 8 آبان اونطور که خانواده و وکلای او گفتند تا امروز در دسترس در انفرادی به سر برده و اگر بخوایم یه حساب سرانگشتی داشته باشیم یه رقم حدود بیش از 278 روزه که توماج در انفرادی، ولی میدونیم که مثل همونطوری که خودش گفته بود شهامت و شجاعتش همچنان راهگشای او بوده و ایرانیان امروز هستن اینجا که صدای او باشن. با تصاویر بیشتر به محض اینکه تجمع شروع بشه برمیگردم. ریحانه فلاح همکارم از لندن همراه ما.